program sponsored by Ava Smart Fashion Limited. سرخط خبران. تطبیق 1149 پروژه ارزش بیش از 4 میلیارد افغانی در ولایت بامیان. بر اساس توافق طالبان و آمریکا کاهش خشونت در افغانستان از ساعت 12 شب گذشته به وقت کابل آغاز شده است. غنی در انتظار تبریکی و عبدالله در حال تعیینات والیانشان. و فرصت مهار بیماری ویروس کرونا کمتر می شود. بینندگان محترم سلام، به خبرهای امروز با من قربان علی نوید از تلویزیون بامیان خوش آمدید. مشروع خبرها. تطبیق 1149 پروژه انکشافی سال مالی 1398 برزش بیش از 4 میلیارد افغانی در ولایت بامیان. ولی بامیان میگوید که در سال مالی 1398 خورشیدی در ولایت بامیان 1149 پروژه به ارزش بیش از 4 میلیارد افغانی به مصرف رسیده است. از میان این پروژه ها 739 پروژه توسط دولت، 406 پروژه توسط مؤسسات غیر دولتی و 4 پروژه ملی می باشند. گزارش از همکارم. 54 پروژه که از بودجه ملی در سال 1398 خورشیدی در ولایت بامیان تطبیق و یا به حالت تطبیق قرار دارد. یک پروژه در بخش امنیت، 3 پروژه در بخش حکومتداری، 10 پروژه در بخش زیربنا، 10 پروژه در بخش معارف، 8 پروژه در بخش صحت، 16 پروژه در بخش زراعت و انکشاف دهات، 4 پروژه در بخش مسئولیت اجتماعی و 2 پروژه در بخش اقتصاد. و از مجموع این پروژه ها 40 پروژه اون تکمیل و مجموع بودجه اون 1,845,403,979 افغانی. 2 پروژه اون در حالت تطبیق، مجموع بودجه اون 903,028,318 افغانی. 2 پروژه متوقف شده، مجموع بودجه اون 40,000 افغانی. 1 پروژه لغو شده، مجموع بودجه آن 1,604,895 افغانی. 9 پروژه که تا به حال کارش آغاز نشده است، مجموع بودجه آن 27,763,738 افغانی که مجموع کل بودجه این پروژه ها 2,005,598,501 افغانی می باشد. مصارف بودجه مالی در سال 1398 ولایت بامیان از مجموع 1149 پروژه تطبیق شده در این ولایت، 739 پروژه که توسط دولت تطبیق شده و مجموع بودجه آن 2,404,428,632 افغانی است. 406 پروژه توسط مؤسسات غیر دولتی که مجموع بودجه آن 973,036,888 افغانی. و از این میان 4 پروژه ملی که بودجه آن 858,395,898 افغانی بوده که مجموع کل این بودجه 4,235,861,418 افغانی بودند. در مجموع در تطبیق 1149 پروژه انکشافی جمعاً 4,235,000,000 افغانی مصرف شده است. آقای زهیر در نشست خبری که بر روز شنبه 3 حد در این ولایت برگزار شده بود، بر رسانه ها از بودجه مالی 1399 نیز خبر داد. امسال در حدود 20 میلیارد افغانی انشاءالله و رحمان در بامیان مصرف خواهد شد. از میان بودجه مصرف شده در این ولایت، بیشترین بودجه در بخش زراعت، انکشاف دهات، زیربنا، معارف و صحت به مصرف رسیده است. علی یسامی، تلویزیون بامیان.
گوناگون تکنیکی که بر اساس توافق طالبان و امریکا کاهش خشونت در افغانستان ساعت 12 شب به وقت کابل آغاز شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان طی یک سخنرانی به مناسبت آغاز هفته کاهش خشونت گفت که به نیروهای امنیتی افغان دستور داده است هفته کاهش خشونت را در مقابل طالبان رعایت کرده، ولی در مقابل داعش، القاعده و دیگر گروه های تروریستی به عملیات هایشان ادامه دهند. گروه طالبان و ایالات متحده آمریکا نیز از شروع هفته کاهش خشونت گزارش داده است. ملل متحد از اعلام کاهش خشونت و شروع آن استقبال کرده و گفته است که این هفته می تواند راه را برای یک صلح دائمی باز نماید. یونما از تمام جانب درگیر خواست است تا برای کاهش و توقف تلفات در افغانستان راه های دیگر کاهش خشونت را نیز جستجو نمایند. غنی در انتظار تبریکی و عبدالله در حال تعینات والیانشان. تیم ثبات و همگرایی گفته است که محمد نور رحمانی به حیث والی جدید سریپول معرفی شده است. به گفته این منبع، مردم ولایت سریپول مقام ولایت را در کنترل خود گرفتن و والی سابق آن را از مقام ولایت بیرون کردن. این منبع افزوده است که انجینیر کمال والی فعلی ولایت پنجشیر نیز حمایتش را از حکومت همشمول برابری دکتر عبدالله عبدالله اعلام کرده است و سوی این حکومت به حیث والی جدید پنجشیر معرفی شده است. گفته می شود که هواداران عبدالله در ولایت های شمالی بسیج شدند تا والی های مورد حمایت عبدالله را به کرسی بنشانند. این در حالی است که والی بغلان نیز از سوی این تیکت انتخاباتی معرفی شده است. ارگ ریاست جمهوری تاکنون در این مورد اظهار نظر نکرده است. و فرصت مهار بیماری ویروس کرونا کمتر می شود. با شیوع ویروس کرونا در ایران و شماره از کشورهای جهان، سازمان جهانی بهداشت هشدار می دهد که فرصت مهار این بیماری کمتر می شود. در ایران 4 تن به علت ویروس کرونا جان باختند و کم از کم 18 تن به این بیماری مبتلا شدند. در چین هم شماره مبتلایان این ویروس افزایش یافته است. سازمان جهانی بهداشت از کشورهای جهان میخواهد که برای جلوگیری از گسترش این بیماری و نیز برای درمان بیماران احتمالی دیگر آماده شوند. با گسترش ویروس کرونا در جهان، سازمان جهانی بهداشت از گسترش بیشتر آن نگرانند. تا کنون در چین و کشورهای دیگر بیش از 77,000 تن به کرونا دچار شدند. سازمان جهانی بهداشت میگوید که فرصت برای مهار ویروس کرونا کمتر می شود و این ویروس می تواند که به هر جای از جهان سرایت کند. با پایان این بخش خبری رسیدیم. تا روزی دیگر، خدا نگهدار شما. This program was brought to you by Ava Smart Fashion Limited.